آقای دکتر بهمن مقصودی، سینماشناس و سازنده فیلم زنان در سینما ایران، که به نظرم یک سند تاریخی است. و چقدر خوشحالم که بالاخره بهمن مقصودی همت کرد، چون فیلم های قدیمی اول باید بره دوباره ترمیم بشه، هزینه داره. فیلم های قدیمی که اغلب کهنه است و بعد نسخه های بعدش هم روی اینترنت میبینید دیگه خودتون، اصلا نمیشه دید اونها رو، صدا خرابه. اینا رو همه رو دوباره تنظیم کردن و دوباره درست کردن و ترمیم کردن. آقای مقصود دو، درود بر شما. درود بر آقای میبودی عزیزم و بینندگان تلویزیون پارس و سرکار خانم الهه بقراط سلام میکنم، درود میفرستم و در خدمتون هستم جناب میبودی. خانم بقراط عزیز، مجدد درود بر شما. سلام خدمت شما، سلام آقای مقصودلو، خیلی خوشحالم که دوباره راجع به سینمای شما صحبت میکنیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم، لطف میکنید. خب آقای مقصودلو، یه توضیح خواهش بفرمایید. تشریف بردید به مونرال، این فیلم نمایش داده شد، ایرانی ها حضور داشتن، شنیدم ایرانی ها خیلی استقبال کردن. عرض کنم خدمتتون که در فستیوال مونترال، بله، یکی از مسائل مهم در سینمای ویدیو اینه که، یعنی دیجیتال، شما وقتی فیلمتون رو آقای میبودی تموم میکنید، الان دیگه فستیوال ها به صورت DVD فیلم رو نشون نمیدن در سینما ها. یعنی اگرم یک فستیوالی نشون میده، فستیوال بسیار کوچکیست. فستیوال های مهم A و B مهم باید اینو به صورت DCP در بیارید. DCP یعنی این فیلم دیجیتال باید تبدیل بشه به 2K، یعنی 2000 این پیکسل های فیلم تبدیل بشه که قابل نمایش در یک سینمای 300-400 نفری باشه، که دستگاه دور که اینو میندازه رو پرده، فیلم کیفیتش خوب باشه. در نتیجه من هم فیلم آقای کیارستمی یک ریپورت و هم روانش شاد، این فیلمم به DCP تبدیل شده بود ولی من هنوز ندیده بودم در سالن. یکی من خیلی عصبی بودم، خیلی نروس بودم به قول معروف، که این فیلمو بتونم رو پرده میبینم چه خواهد بود. دو، البته تضمین داده بودن لابراتوار که این خیلی خوب شده، و دو، با مردم برای اولین بار روی پرده من شاهد نمایش فیلم هستم. و همیشه کارگردان یا پرودوسر فیلم دستن در کانون فیلم، به خصوص کارگردان یا پرودوسر، اینا خیلی عصبی هستن، ناراحت هستن ببینن که چه عکس العملی این فیلم داره روی مردم. یکی از مسائلی که برای من خیلی مطرح بود، این فیلم 2 ساعت و 10 دقیقه است. 2 ساعت و 10 دقیقه زیاده در مورد داکومنتری، ولی من چون اینو میخواستم به صورت سند برای آینده نگردارم، دیدم هیچ جاش من نمیتونم بزنم دیگه. این حرفایی که زده شده توسط این 21 نفر و یا این کلیپسایی که انتخاب شده در این فیلم، همه خیلی ارزش داره، به هم مربوط شده، به هم جا افتاده این ساختار فیلم. و آیا اینا خسته میشن یا نه؟ در پایان فیلم من اولین سوالی که از مردم کردم، البته من به انگلیسی صحبت کردم برای اینکه خارجی زیاد بودن، منتقدین کانادایی چند تا بودن و خارجی، و ایرانی هم انگلیسی اونجا میدونن اقلا. و بعد گفتم شما خسته شدید یا نه از دیدن این فیلم؟ برای من این خیلی مهمه. همه گفتن خیر و بلند شدن، یکی یکی ایرانی ها تبریک گفتن. و یه خانمی اونجا بود، خانم لیز فرگوسن، فیلم کریتیک کانادایی هست که نقدش در خواهد اومد، و بلافاصله بلند شد گفت من خیلی این فیلم رو دوست داشتم، راجبش هم خواهم نوشت، اصلا هم خسته کننده نبود. و بعد یک منتقد یوگسلاوی کانادایی اونجاست که عباس کیارستمی یک ریپورت هم نقد کرده بود و هر سال این فستیوال میاد، ایشون هم گفت خیلی راضی بود و همینطور می‌نویسم نقد، و همه راضی بودن. این خیلی من خوشحال بودم. این مسئله که خسته نمی‌کنه فیلمو خیلی مهمه آقای میبودی. 2 ساعت و 10 دقیقه شما بشینید، یه سری آدما حرف میزنن و کلیپسایی هست و این فیلم را بره به قول منتقدین، افت نکنه و تا پایان بره. البته به نظر خودم مثلا نیمه دوم فیلم خیلی محکمتر و بهتره، شروعش خیلی خوبه، ولی به هر صورت این یه فیلمی که ما سعی کردیم هیچ جا نیفته. یعنی لحظاتی ملت در سینما چشماشون رو هم نذارن، خسته نشن، خمیازه نکشن. من اینو خیلی دقت کردم، ولی خوشبختانه استقبال خیلی خوبی. حالا باید دید آقای میبودی، یک خط اضافه کنم، روز جمعه آینده در تورنتو نشون داده میشه. خب تورنتو نسبت به مونترال
ایرانی های بسیار هنرمندان زیادی اونجا هستند، دست به قلم، عکاس، نقاش، شاعر، نویسنده بسیاری هستند و اونجا هم اهل کتاب و این بوک کلاب هست، آدم های فرهیخته زیاد هستند، انسان های ایرانی، استادان دانشگاه، دانشجویان و غیره. من اونجا بیشتر میتونم باز این فیلم رو اندازه گیری کنم و ببینم چه عکس العملی خواهد داشت. اون هم هفته آینده خدمتتون خواهم. خانم بقراط عزیز، من که فیلم رو ندیدم، فقط میتونم بگم جای من خالی و امیدوارم که با کمال میل گوش میدم و امیدوارم که آقای مقصودلو برنامه‌ای بذارم و به طرفای برلین هم بیان و برلینیان بتونن این فیلم رو در اینجا ببینن. آقای مقصودلو حتما، این الان داریم برنامه ریزی میکنیم که لندن، سوئد و برلین و پاریس در پاییز آینده، و مثلا پاریس در نظر دارین روز زن در مارچ نمایش بده، و دو مرتبه مونترال تصمیم گرفتن یک سازمان اینو در باز در روز زنان در مارچ، هفته مارچ هست مثل که اونجا نمایش بدن. الان بوک شده فیلم برای فلوریدا میامی در مارچ مثلا، ولی من یه برنامه تور اروپایی دارم غیر از فستیوال ها که این چند تا شهر حتما داریم تنظیم میکنیم، به زودی اعلام میکنیم. این زنی که بر صفحه میبینید همیهنان هم ایرنه، یکی از زیباترین ستارگان سینمای ایران. چه دوران سختی رو تحمل کرد بعد از انقلاب، چه بلاهایی سرش آوردن و بالاخره به سفر جاودانگی رفت. خانم بغرا، رابطه مدرنیته با سینما، مثلا حضور زنان در سینما ایران که من نظرم خیلی نقش مهمی داشتن. بله، سینما اصلا خودش یه پدیده مدرن هست، یعنی پدیده ای هستش که اصلا بدون مدرنیته نمیتونست به وجود بیاد. البته تئاتر بوده، تئاتر از دوران باستان به هر حال به اشکال مختلف وجود داشته، ولی سینما هنر مدرن هست و طبیعتاً با نقش زنان هم یک جوری گره خورده، برای اینکه حضور فعال زنان هم در یک دوره، البته فترت تاریخی چه در غرب و چه در جوامع شرقی به شکل دیگه‌ای، حضورشون به این شکل در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک حضور مدرن هست. به همین دلیل فکر میکنم که به هر حال این دوتا با هم دیگه پیوند دارن و شما اصلا فکر نمیکنم سینما بدون زن میتونست، اصلا یک هنر کامل نیست. و شما میبینید که در طول تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی سعی کرد به یک نوعی حضور زنان رو در سایه قرار بده و یا ندیدهشون بگیره، حتی با وجود نمیدونم لچک به سر کردن و نشان ندادن بسیاری از واقعیات عینی زندگی، ولی در همین سینمای الکن جمهوری اسلامی هم زنان نقش خودشون رو بازی میکنن، چه به عنوان هنرپیشه بازیگر، چه به عنوان کارگردان و حتی فیلم نامه‌نویس و همینطور عوامل دیگر فیلم که نقش دارن. من فکر میکنم که حضور زنان چیزی هستش که واقعا نمیشه به هیچ شکلی اینها رو از هیچ عرصه‌ای حذفش کرد و در سینما که جای خودش رو داره. جالبه. خب در گذشته نسل ما شاهد نقدهایی بودیم علیه سینمای ایران، سینما ایران رو با عنوان فیلم فارسی میشناختن، اما جالب یک شخصیتی مثل دکتر مهمن مقصودلو، سینما شناس برجسته ما، امروز وقتی به اون فیلم ها نگاه میکنه نمره های خوب بهشون میده. خیلی شخصیت های مثل فردین و بقیه. دکتر مقصودلو بفرمایید. جناب میبودی، ببینید واقعا الان در اون موقعی که من جوان بودم، همون دوران دهه 40، نسل منتقدینی بودیم که اومدیم، من جز منتقدین خیلی سخت بودم و الان متاسفم، یعنی آدم رشد میکنه. این خوبی اینی که من همیشه سعی کردم بازتر و بازتر بشم و از بالا بتونم نگاه کنم. در اون موقع ما فکر میکردیم که واقعا یک حالت خیلی اتیتود، یک نگاه درستی به سینما نمیتونستیم داشته باشیم، جوان بودیم.
نه اینکه فیلم های خوب رو تایید نکنیم، من شماره مخصوص ستاره سینما برای مغول ها در 1972 منتشر کردم، بسیاری به سینمای هنری متفاوت با ارزش سینما، خیلی در ویژه سینما تا در ستاره سینما، در تلویزیون که تهیه کننده بودم خدمت کردم و یک دقیقه کوتاهی نکردم. ولی و همیشه میگفتم که ما یک بدنه خیلی محکم و یک زیربنای بسیار خوبی، تعدادی روشنفکر، تعدادی نویسنده و شاعر و تعدادی معدودی تحصیل کرده سینما تونستن در دهه 40 و در دهه 50 سینما ایران قبل از انقلاب تولید بکنن. ما پشت اونا بودیم. ولی در یک بازگشت دیگه وقتی سالها گذشت و انقلابی شدم، من که اینجا بودم نگاه میکردم به این سینما، خب یک کتابی من دارم، اولین کتاب سینمایی به انگلیسی راجع به سینما ایران آقای میبودی من نوشتم و دانشگاه نیویورک چاپ کرد 1987. اصلا سینما ایران اون موقع اصلا مطرح نبود، یک دونده و یک آبادخاک اومده رفته 85-86 فستیوال ونیز و ایران اصلا فیلم نداده. و من در اون کتاب این 1200 فیلم سینمایی رو مشخصاتش رو نوشتم که روز اول چه فیلم های سینمایی درست شده تا انقلاب، 1200 خورده میشه. و بعد دیدم که خب من باید اینا رو ارزش گذاری کنم، یک تعدادی از اینا رو شروع کردم پیدا کردن و دیدن و یادم بود و غیره، ارزش های هنری، سیاسی، تجاری و یا نقطه عطفی اگر بودن در اثرگذاری بودن، من این مشخصات رو در یک خط در پایان هر فیلم سینمایی می نوشتم. نگاه کردم بعد به این فیلم موقع دم حدود 100 تا از این چیزا بیشتر از این فیلم ها هستن. خب آدم نگاه میکنه یک فیلم های مهمی هن در تاریخ سینما، اثرگذارن. مثلا فیلم مجید محسنی به نام با آقای مجید محسنی و آذر شیوا، لات جوان مرد، که این درست با فیلم فرخ قفاری جنوب شهر در یک سال ساخته میشن. آقای میبودی این خیلی چیز مهمی که دارم براتون میگم، این فیلم لات جوان مرد بسیار فیلم مدرنیه، بسیار فیلم خوبیه. یعنی شما اگه نگاه کنید نقطه مقابل فیلم قیصره، در قیصر زنی مورد تجاوز قرار میگیره و این از شدت ناراحتی و آبروریزی فکر میکنه خودشو میکشه و آقای قیصر برادرش میاد میره سه نفر که عامل این کار بودن با چاقو میکشه. این فیلم یه فیلم ارتجاییه و انتقام شخصی رو در یک جامعه مطرح میکنه و استیتمنتی هم که بیانیه هم که میده میگه اگر یک کس زنی بهش تجاوز شد باید این آدم بره خودشو بکشه. اینطوری نیست به نظر من، در قوانین باید همه چی دست قانون قرار بگیره. اگه یک کسی بهش معتقدم، من شخص نظر خودم میگم، اگه یک خانمی زنی بهش تجاوز میشه یا هر کسی به یک مردی بهش تجاوز میشه باید قانون بیاد اون متجاوزین رو بگیره، به شرط قانون مجازات بکنه. اگه قرار شه هر کدوم هم ما یه چاقو دست بگیریم و با تعصب بریم یک کسی رو بکشیم، این جا قانون داره برمیگرده به عقب، یعنی ما به برمیگردیم به عقب به جای اینکه به طرف بشر، به طرف تکامل و چیز حرکت بکنه. در فیلم آقای مجید محسنی خانمی هست، خانم فخری خوروش بازی میکنه، دختریست که مورد تجاوز قرار میگیره، یعنی دوا در آبش میریزن، آب نوشیدنیش، و این میخوره و بهش تجاوز میکنن و این میخواد خودشو بکشه، ولی آقای مجید محسنی اینو از زیر ماشین در میره نجات میده و لات جوان مردم میگه به اسم خواهر میبره خونه پیش مادرش و اونجا اینو مواظبت میکنه، خوب میکنه که آخرش هم باش ازدواج میکنه. زنه میگه من میخواستم این بچه رو بکشم، خودشو بکشه، این نمیذاره و بعدش هم آخرش میگه من با تو ازدواج میکنم و این بچه هم تقصیری نداره و به دنیا بیاد. میخوام بگم که دکترین و شما من مقابل هم میذارم ببینید که مجید محسنی فردی از ایران، تحصیلاتی هم نداشته، مجید محسنی میره مدرسه بازیگری رو تمام میکنه و در تئاتر بوده میاد در سینما، یا مثلا انسانها به خانه
برمیگردند یا پرستوها به خانه برمیگردند، راجع به تحصیل کردگانی که برمیگردند. من میخوام بگم اینا فیلم های اثرگذار در نوع خودش هست و من اینا رو همه رو پیدا کرده بودم و در فیلم خودم هم دارم سعی کردم که این فیلم ها و این بازیگران خوب اگر در طول کریر دوران سینمایی خودشون حتی یک فیلم درامای در اون رده که ما نگاه میکنیم به نوعی شاید یک کم هم تجاری هست، ولی فیلم های مهمی بودن، درامای مهمی بودن، پیام مهمی داشتن، اینها برجسته بشن، مردم ببینن این فیلم ها چی بوده و چه پیامی داشته، اینها رو با هم مقایسه بکنن. این کاری بوده که من سعی کردم در این فیلم بین 1200 فیلم بکنم با انتخاب این هم تکه های فیلم هم بازیگرانی که راجبش صحبت میکنن. خانم بغرات عزیز بفهمید. به نظر من نکته خیلی خیلی جالب و مهمی بود آقای مقصود لروش انگوش گذاشتن. خب فیلم قیصر من یادم میاد که اون موقع دبیرستان میرفتم و خیلی سر و صدا کرد به عنوان سینمای متفاوت و اون موقع چیزی که متفاوت باشه برای همه تقدس داشت و معتبر به شمار میرفت، ولی هیچ کس نمیپرسید متفاوت از چه نظر و از چی. تقدس چاقو و خشونت بود که سرانجام هم به یک نوعی همون قیصریا اومدن و به جریان انقلاب اسلامی کشید و همون دید و همون تفکر به اصطلاح انتقام فردی و قانون ناپذیری اومد و حاکم شد بر جامعه. و این نکته ای که در مورد مثلا فیلمی مثل لات جوانمرد که حتما مورد به اصطلاح تمسخر و به عنوان فیلم مبتذل مورد تمسخر روشنفکران قرار میگیره، و اینطوری که من البته فیلمو ندیدم ولی اینطور که آقای مقصودی توضیح دادن، خب نکات خیلی خیلی مهمی رو مطرح میکنن که سالها بعد از انقلاب تازه مطرح شده، که مثلا فرزن موضوع تجاوز و یا آگاهی استفاده از قانون توسط زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار میگیرن مطرح بشه، و یا فرزندی که از یک تجاوز به وجود میاد این گناهی نداره. خب اینا نکاتی هستش که شاید اون زمان مردمی هم که اصلا این فیلم ها رو میدیدن بهش اینجوری که ما الان فکر میکنیم فکر نمیکردن و اینا رو مورد مقایسه قرار نمیدادن. ولی به نظر من به نکات مهمی هست و چقدر خوب که آقای مقصودلو به این کار پرداختن و با این فیلم و یا با مطالعات دیگه‌ای که دارن و یا به انتشارات دیگه‌ای که دارن به این موضوعات میپردازن. این به معنی این نیست که هر فیلمی که فرضاً اون زمان ساخته شد همشون فیلم‌های خوب و نمیدونم چیز بودن، فیلم‌های بد هم حتما وجود داشتن، ولی اینکه همه به عنوان بد رانده می‌شدن و الان با گذشت زمان کسانی که در این کار وارد هستن بیان و این نکات رو ازش بیرون بکشن به نظر من بسیار با ارزش است و همین این آثار رو خوندنی میکنه و اگر فیلم باشن دیدنی میکنه، چون ما رو با خودمون و جامعه خودمون و تاریخ معاصرمون بیشتر آشنا میکنه. تشکر میکنم. هنوز 3 دقیقه وقت داریم. آقای مقصودلو، خب دشمنی روحانیت با پاره‌ای از پدیده‌ها خیلی واضح و آشکار دیگه، نیازی به توضیح نداره، اما بیش از همه به سینما دشمنی کرد. من به خاطر هم از هر دفعه میرفتم یزد یه 2 تا سینما ده سوخته بود. کی سوخته؟ میگفتم با دستور آخونده زدن آتیش زدن قبل از انقلاب. یا در قم میدونم سینما هیچ وقت نگوشتن سینما پا بگیره. در تهران بارها سینما ها را آتیش زدن، یکی از وحشتناکترین سینما رکسه و و. داریم آماری در این زمینه؟ بله آقای میبودی، عرض کنم ما در قبل از انقلاب 30 میلیون جمعیت داشتیم ولی صاحب 485 سینما بودیم در سراسر کشور. در تمام شهرهای کوچک و بزرگ سینما بود. سینماها بسیار بعضیاش لوکس بود، بسیار شیک بود، صندلی‌ها، وسایل، ساختمون، شما لذت می‌بردید می‌رفتید فیلم می‌دیدید در یک فضای بسیار مناسب و شیک و خوب. الان ما صاحب 75 میلیون جمعیتیم، یعنی جمعیت تقریبا 2 برابر هم بیشتر شده، ولی ما صاحب 280 تا سینما. این 280 تا تقریبا در تهران چند تا سینمای شیک شما پیدا میکنید، ولی تمام سینماهای مثلا در تبریز 5 تا سینما هست. از سینمای تبریزی که اول سینما روسیه اومد تبریز و سینما همه از بین رفته و آن چه باقی مانده
گویا دستور هست، نمیخوان، بودجه نیست. این سینما به بدترین شکل کثیف بو میده، صندلی ها شکسته است، وسایل نمایش قدیمی است. یعنی هیچ کدوم سینما رو اپگرید یا بهش برسند، تمیز نگردن، شیکش کنن، رینوویت کنن، دوباره سازی کنن. نه تنها سینمای در ایران ساخته نشده و این سینما هم داره همه بین میره یا میکوبن و یا در فجیع ترین شکل خودش داره نگهداری میشه. این چک شما دیگه از این بدتر شما چی میخواید؟ چه فکر میکنید شما نگاه مثبتی به سینما هست؟ اگه بود که ما دو برابر جمعیت نمیشدیم و این سینما اینجوری نبود دیگه. تقریبا پیدا کردن فیلم خوب خیلی سخت شد، حتی توی آرشیو ها میگه سخت فیلم خوبی ساخت ایران بشه پیدا کرد. خانم بغراد یه دقیقه وقت داریم در خدمتتونیم، بفرمایید. من با کمال میل، چون من نیم ساعت قبلم صحبت کردم، با کمال میل یک دقیقه رو تقدیم میکنم با آقای مقصود جون. با کمال میل صحبت ایشونو خواهش میکنم. من فقط امیدوارم که واقعا در ایران متوجه بشن سینما میتونه درش بدی باشه، میتونه خوبی باشه، به سینما رسیدگی بیشتری بکنن، بودجه بیشتری بذارن. در شهرستان ها اغلب سینما نیست، یک سینمای خوب بسازن، سینمایی که داره از بین میره بودجه بذارن، اینا رو رینوویت کنن، مردم راغب کنن به سینما رفتن. مردم دیگه به سینما نمیرن. در اون موقع نه در قبل از انقلاب یه آماری داشتیم که در سال 9 دفعه میرن سینما مردم. الان خیلی بدتر شده، فامیل ها دیگه به سینما نمیرن، چون گفتم خیلی جا بد شده. در تهران فقط شما چند تا، در حقیقت حرف من اینه که انشالله یه بودجه بذارن به سینما برسن، تعدادش رو زیاد بکنن، سینما رو نور نوار بکنن. فیلم ها رو که دارن کنترل میکنن، هرچی میخوان میسازن، اقلا به جایی که نمایش دادن میشه برسن. تشکر میکنم، ممنونم. چیزی که من استنباطم از مجموعه گفتگوهایی که با دکتر مقصود داشتم اینه، خانم بغراد، که ایشون اهمیت زیادی قائله برای پیامی که در یک فیلم داده میشه، ببینید در شرایط تاریخی ایران در دوره قبل از انقلاب. یعنی معتقد ایشون که پاره از فیلم ها بودن که به نظرم می اومدن که مبتذلن، ولی در این فیلم ها پیام هایی بوده که نافع بوده برای جامعه، و فیلم هایی که تصادفا شهرتی پیدا کردن و نافع نبودن، زیانبار بودن. تشکر می کنم از حضور دو شخصیت نازنین، سکه خانم الهی بغرات عزیز. لطفاً کیهان انگلیسی و فارسی هر دو رو نشون میدید بر صفحه تلویزیون. ورژن انگلیسی کیهان هم منتشر شد، خیلی اتفاق مهمی سم یعنانم با توجه به اینکه این کیهانه بعد این صفحه فارسیشه، صفحه انگلیسی هم آمده. ممنون، سپاس از امیر شهرتی عزیز. عرضه کردم نه اشاره به بازی نیست یا نقش برجسته اونها در کار سینما، برخی از فیلم ها بوده که پیام هایی داشته که اون پیام ها حالا که آدم بررسی میکنه و بررسی میکنه شاید در اون زمان هم چندان متوجه نبوده، پیام هایی بوده که برای جامعه خطرناک بوده، مثلا در یه جامعه تعصب زده، مثلا تشویق کردن مردم به انتقام جویی شخصی، مثلا تشویق کردن مردم به کشتن زنانی که مورد تجاوز قرار میگه، دخترانی که مورد تجاوز قرار میگه. یعنی رو یک حق مسلم جامعه مرد سالار میدیدن که از یه دختری که مورد تجاوز قرار میگیره انتقام بکشه، او رو بکشه، او رو از صحنه زندگی حذف بکن. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. قربان شما، در خدمت داری، بفرمایید. آقای میبودی جونم، من یه سوالی از شما داشتم. اولا این تحقیقی که این دوست عزیزم راجع به فیلم قیصر داد بسیار زیبا بود، و چرا این فیلم قیصر در نزد این چپهای ما اینقدر ازش دفاع میکردن و از اون داستان و از همه چی، یعنی مورد حمایت چپهای ایران بود؟ من نمیدونم چرا این فیلم یه فیلم بسیار ارتجایی بود. بعد یه سوالی از شخص خود شما دارم، به خاطر که شما گفتون اهل قلم هستید. شما زندیات بعد شامبو میدونی تحصیلات ایشون چیه؟ خدا بدونه رو درواسی صحبت بکنید. چون صحبت هایی که در رابطه شاهنامه کردم مثل اینکه آدم هر روز آبگوش بخوره، اون صحبت هایی که در دانشگاه بکری کردن راجع به موسیقی ایرانی که دنگ دنگ میزنن بعد یه نفر میاد عرعر میکنه دنگ دنگ تمام میشه میره، و یه نقل قولی هم من خدمتون بیارم که روز میگن
آقای زیاد لطفی میره نزد آقای احمد شاملو، ازش میپرسه که اجازه بده یکی از اشعار شما رو در دستگاه ایرانی استفاده بکنم. ایشون در جواب میگه مثل این میمونه که یک کسی رو دیوارش نوشته باشه لعنت بر کسی که روی این دیوار چند تا نقطه. خواستم کلن و تحصیلات آقای احمد شاملو رو من هر جا میگردم نمیبینم ایشون تحصیلاتی داشته باشه. ممنون میشم شما اگر رو تشکر میکنم. تشکر. خب احمد شاملو شاعر برجسته و بزرگی است، شک نیست، اما تحصیل شاملو دوره دبیرستان رو تمام نکرد. یک نظر خوشی نسبت به موسیقی سنتی ایران نداشت و از خوانندگان رشته از صداش مبان عرعر اینن در مصاحبهش گفته. بعد نظر خوشی نسبت به شاهنامه نداشت، شاهنامه رو با الفاظ غیر قابل قبول از سوی کسی که شاعره وصف کرد که با اعتراض و با وجود که از کنم حتی پرخاش برخی از منتقدین روبرو شد، ولی به هر حال در قلمرو شعر برجسته شخصیتی است که هم مبتکر بوده، هم کاراش ماندگاره، هم و به هر حال یک سبک تازه‌ای رو در شعر ایران او ابداع کرد که سخت هم مورد توجه قرار گیره. ولی در قلمرو تحقیق و حضور که از کنم پژوهش و از این قبیل یا اظهار نظری که درباره شاهنامه کرده درباره موسیقی ملی ما، مثلا من هر وقت که به خونش احمد میرفتم، احمد شاملو، میدیدم موسیقی کلاسیک غربی پخش میشه، از بار دوست داشت در تمام مدت در طول روز موسیقی پخشه با صدای آرام و آیدام دوست داشتیم، همسر نازنینش، و هیچ ارادتی به موسیقی ایران نداشت. وقتی برخی خواننده‌ها کارش رو اجرا کردند سخت به اونها تاخت در گفتگوهایی که داشت. خب درود بر شما، بفرمایید. فراز جان میگویید سلام بر حضرت عالی، بفرمایید. قربونتون برم، من از سوئد زنگ می‌زدم، عضو تلویزیون خانواده بزرگ فارس هستم. قربان شما، به خاطر گل روی شما. قربونت. به خاطر گل روی آقای میگویدی فقط. بعد جان میگویدی، من در مورد دکتر نوذری، من اصلا از این وقتی صحبت میکنه لذت میبرم. من یه دوستی داشتم در عراق بود اوائل انقلاب، به نام دکتر نوذری. بعد دو تا پسر داشت، میخوام ببینم که بچگی آقای نوذری در بوده، اگر میشه که به صلاح بیوگرافی و تو بیوگرافی خودشون این موضوع بدن، من خوشحال میشم. چشم. نه خیر شون اصلا نه عراق بودن نه خانواده‌ای در عراق دارن، اصلا فارسی هم مال فارسند، شیراز حضور تکرس کنم. پدرشون هم که از تجار معروف بوده و خودش هم از 18 سالگی به خارج از کشور آمده، تحصیلاتش در فرانسه بود، در بلژیک بود، در ایالات متحده آمریکا و همینطور روزگاری هم در یو اس سی. این مجموعه این چیزهایی است که میتونم تا این لحظه خدمت شما بگم. درود بر شما، آخرین تلفن بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای میگودی. سلام قربان، در خدمت شما و مهمانان ارجمندتون. قربان شما. با توجه به این که خانم بغراد عزیز لطف کردن و در مورد بسیار از مسائل حقوقی صحبت کردن، صدای تلویزیونتون کم کنید. من میخواستم از اتون استدعا بکنم و بگم که در مورد آقای سعید مرتضوی، بله، اقرار کرده و به نوعی عذرخواهی هم کرده، این تنها مسئله خود آقای مرتضوی اصلا نیست، اصلا سیستمی مشکلی داره. به نظر من این آقای مرتضوی که در دادگاه این مسائل رو مطرح کرده و به از خودش دفاع کرده و دادگاه هم پذیرفته، آیا با این اعترافی که ایشون کرده این دادگاه رو یه سؤال نمیده؟ یا کسانی که مدعی خون عزیزانشون هستن که در زمان آقای مرتضوی قربان همین صداتون نمیرسه، گفتم تلویزیون رو خاموش بکنید. برای ممنونم، کاملا مشهود بود، من شنیدم سخن شما رو در مورد مرتضوی و عقاری رو، اعترافات او، همینطور اعترافات چهار تن اعضای کمیته مرگ هم یعنی. به نظرم خانم شیرین عبادی، مهرنگیز کار، آقای عبدالکریم لایجی، این
شخصیت های حقوقدان ما واقعا یه بررسی باید بکنم ببینم چه کار میشه کرد. اینا اعترافات آشکار و سریع کسانی است که دستشون در خون هزارها ایرانی است. نمیدونم چه تعداد، هیچ رقم درستی هم من 20,000 30,000 چه میدونم، چه به نظرم مبالغه آمیزه، ولی قطعا زیر 5,000 نفر شوخی نیست. شناسنامه 5,000 جوان ایرانی رو باطل کردن. تشکر تشکر تا برنامه دیگر.